سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام به 0 تا 100 داستان درگیری سروش رفیعی و حسین کنعانی بپردازم و بگم که چی شد، همچنین از سوپرمن جدید پرسپولیس یعنی علیرضا بیرانوند براتون بگم. اگه دوست داشتید این پست رو لایک کنید و همراه من باشید. تو بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان دقایقی بعد از اینکه سروش رفیعی یه ضربه ایستگاهی از دست داد، حرکت تکنیکی محمد عمری تو پشت محوطه جریمه استقلال تاجیکستان با خطای مدافع ارمنستانی این تیم همراه شد تا سرخپوشان صاحب یه ضربه کاشته تو یه موقعیت مناسب بشن. تو همین حال که کارگردان تلویزیونی روی صورت شهاب زاهدی به عنوان بازیکنی که توپ رو کاشته و آماده زدن ضربه شده زوم کرده بود، تماشاگرا، خبرنگارا و بازیکنهای حاضر تو زمین یه اتفاق عجیب رو تماشا کردن. بحث و جدال ستاره با یکدیگر و در نهایت تصمیم جنجالی یحیی گل محمدی. ماجرا از این قرار بود که سروش رفیعی قصد داشت دوباره این ضربه رو بزنه، اما حسین کنعانی وارد صحنه شد و خواست که خودش شانسش رو برای زدن ضربه امتحان کنه. زمانی که سروش با این موضوع مخالفت کرد، احتمالاً کنعانی کنایه یا حرفی به سروش رفیعی زده که باعث شده سروش عصبانی بشه. تو همین لحظات بود که علیرضا بیرانوند خودش رو به محوطه جریمه استقلال تاجیکستان رسوند و شهاب زاهدی هم در حالی که دستش رو جلوی دهنش گرفته بود تا کسی نتونه لبخونی کنه، سعی می‌کرد این دو بازیکن رو آروم کنه. البته زمانی که سروش با میمیک صورت و چند تا جمله جواب کنعانی رو داد، حسین از کوره در رفت و قصد داشت به سمت سروش بره تا جوابش رو شخصا نزدیک بده، اما دانیال اسماعیلی فر خودش رو به کنعانی رسوند و سعی کرد حسین رو آروم کنه. اگرچه در اثر این ضربه ایستگاهی پرسپولیس موفق شد دروازه حریف رو باز کنه، اما یحیی که تمام ماجرا از کنار خط تماشا کرده بود نتونست این بی اخلاقی رو تحمل کنه و بین دو نیمه هر دو تا بازیکن رو بیرون کشید. این تصمیم یحیی که شاید از نگاه فنی توجیهی نداشت، بلافاصله در شروع نیمه دوم رخ داد تا سینا اسدبگی و مهدی ترابی به جای سروش رفیعی و حسین کنعانی وارد زمین بشن. بعد از بازی هم حسین کنعانی با یه استوری برای سروش رفیعی سعی کرد که به حاشیه پایان بده. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم این تنبیه از سوی یحیی فقط برای همین یه نیمه بود یا تو بازی‌های آینده هم این دو بازیکن تنبیه خواهند شد. اما برای علیرضا بیرانوند لقب فرشته نجات کمه. کاری که بیرو برای پرسپولیس انجام میده از خدمات فرشته نجات هم بیشتره. تنها 4 دقیقه از شروع بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان گذشته بود که داور VAR از داور بازی خواست برای چک کردن صحنه پنالتی به کنار زمین بیاد. صحنه‌های آهسته نشون میداد که مسعود ریگی به پشت پای مهاجم استقلال تاجیکستان میزنه و همین صحنه برای اعلام پنالتی توسط داور عراقی کافی بود. وقتی تو 6 دقیقه بازی بازیکن استقلال تاجیکستان پشت ضربه پنالتی ایستاد، خیلی‌ها تصور می‌کردن که کار پرسپولیس تمومه و این پنالتی زودنگام شیرازه تیم یحیی گل محمدی رو به هم می‌ریزه. اما علیرضا بیرانوند با مهار پنالتی حریف مانع فروپاشی پرسپولیس شد. علیرضا بیرانوند که سابقه گرفتن پنالتی رونالدو رو هم داره، حالا تبدیل به سوپرمن پرسپولیس شده. دیگه فرشته نجات برای توصیف علیرضا بیرانوند کمه. علی این روزا درست مثل سوپرمن اجازه نمیده روی پرسپولیس خط و خشی بیفته. به قول معروف میشه گفت بیرو هر چقدر پرسپولیس میگیره نوش جونش. فرقی نمیکنه که باشگاه بده یا هوادار متمول. همین عملکرد علیرضا تو بازی با استقلال تاجیکستان تو اون لحظه های حساس دریافتیاشو حلال حلال میکنه. فقط کافی بود اون پنالتی گل بشه و پرسپولیس تحت تاثیر جو ورزشگاه دست به عملات احساسی بزنه و حتی گلای دوم و سوم رو هم روی ضد عملات دریافت کنه. اما خوشبختانه اصلا جای نگرانی نبود، چون علیرضا بیرانوند مثل سوپرمن تو چارچوب دروازه پرسپولیس ایستاده بود و همون همیشگی رو ارائه داد، یعنی رسیدن به داد پرسپولیس. در نهایت مرسی که با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید این پست رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید.